سرزمین خانه بدوش ها رو میتونیم اثری در ستایش رهایی از قید و بندهای زندگی مدرن تلقی کنیم. این فیلم به بهانه داستان زندگی یک زن خانه بدوش مخاطب رو از معضلات و دشواری های سرمایه داری آزاد و در دل طبیعت با همه زیبایی ها و احیاناً بیرحمی هایش رها می کند. من حمیده شیخی همراه با وحید نیکونام و اینجا گروه سینمای نیکن با نقد فیلم سرزمین خانه بدوش ها با ما همراه باشید. پیش از اون با لایک، کامنت و سابسکرایب در کنار ما باشید و با کلیک کردن آیکون زنگوله از ویدیوهای جدید ما در زمینه فیلم و سینما آگاه شوید. سرزمین خانه بدوش ها از کتابی به همین نام اقتباس شده. مکدوربان و دیگر تهیه کنندگان فیلم بعد از به دست آوردن حق فیلم کتاب، کلوی جاو کارگردان آسیایی تبار رو مجاب میکنن تا فیلمنامه رو نوشته و فیلمو کارگردانی کنه. شیر طلایی جشنواره ونیز جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن در سال 2020 میلادی تنها بخشی از موفقیت‌های فیلم در جشنواره‌های جهانی است. به اعتبار سایت‌های معتبری همچون متاکریتیک و راتن تومیتوز، فیلم تونسته مورد تحسین جهانی منتقدین قرار بگیره. این فیلم داستان زنی به نام فرن رو روایت میکنه که تحت تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی ناشی از تعطیل شدن یک کارخانه از روی اجبار تصمیم میگیره در یک ون زندگی کنه. Hi, I'm Fern. I asked someone, they said I could park here overnight. Oh, you're fine. You're more than welcome. But you know the temperature's going to drop. فرن که نقش اون رو فرانسیس مکدورمان بازی میکنه، تمام دوران جوانیش رو در خونه های سازمانی زندگی کرده و خونه هایی که اون در اون زندگی کرده تقریبا در وسط صحرا بنا شده بودن. زندگی جاده داخل ون باعث میشه فرن نوعی از رهایی و آزادی رو تجربه کنه که به راحتی نمیتونه اون رو نادیده بگیره. او به تدریج به این سبک از زندگی عادت و دلبستگی پیدا میکنه و به همین دلیل به درخواست های مکرر خواهرش برای زندگی با او جواب منفی میده. در ابتدای فیلم نمای ورودی ساختمان آمازون به صورت لانگ شات تصویر برداری شده. این شکل از تصویر برداری بی مقدار و ناچیز شمردن انسان رو در مقابل شرکت آمازون به عنوان یکی از گولهای دنیای فناوری گوشزد میکنه. در طول فیلم بارها تصویر برداری از بالا به پایین به ویژه در داخل انبارهای غول‌آسای شرکت آمازون تکرار میشه که میتونیم اونو نقدی به نظام سرمایه‌داری غربی تلقی کنیم. در این حال فیلمساز از تاکید زیاد روی این موارد گذر میکنه و سعی داره که معضلات نظام سرمایه‌داری رو از طریق بازتابی که بر روی سبک زندگی آدم‌ها میذاره نشون بده. کلوی جاو فیلم نام نویس و کارگردان فیلم حتی از این مرحله نیز عبور کرده و زندگی افرادی رو به تصویر میکشه که در ابتدا از روی اجبار و یا به خاطر فرار از واقعیت سبک زندگی خانه بدوشی رو انتخاب میکنند، ولی به تدریج به استقلال و رهایی ناشی از این سبک از زندگی دلبستگی پیدا میکنند. جاو قرار نیست به سبک مارتین اسکورسیزی گرگ وال استریت رو به ما نشون بده تا به درک درستی از لجام گسیختگی نظام سرمایه‌داری برسیم. در اینجا از اعتراض و اعتصاب چنین فیلم‌هایی هم خبری نیست، بلکه
کاراکترهای فیلم راه خودشون رو از نظام سرمایه‌داری و به اصطلاح مدرن جدا می‌کنند و زندگی عاری از قید و بند رو انتخاب می‌کنند. این خودآگاهی در کلام رهبر خانه به دوشان صحرای آریزونا اینگونه منعکس میشه. I think of an analogy as a workhorse. The workhorse that is willing to work itself to death and then be put out to pasture. And that's what happens. نمایش کاراکترها در لحظات گرگومیش و در حال پرسه دادن نوعی فضاسازیه که بلا تکلیفی و سردرگمی رو نشون میده. فرند به مانند بسیاری دیگر از افراد همصنف خود از این لحظات بلا تکلیف عبور میکنه و دنیای امیدبخشی رو نوید میده که میتونیم در شرایط سخت به اون متکی باشیم. او با وجود هیبت و ظاهر زمخت و مردانه احساسات و عواطف خانوادگی پررنگی داره که در ارتباطش با خواهر و اندوه بی پایانش نسبت به فوت همسر نمود پیدا میکنه. Up. If you're not serious about him, don't mess with him. And I didn't and mess he said, it what up. Are you talking about? Here you go. Okay, yeah, thanks. You know I'll pay you back, right? Mm-hmm. I maybe spent too much of my life just remembering. You know what I mean? فرانسیس مکدورماند در نقش فرن بدون استثناء در همه صحنه‌های فیلم حضور داره. او با بازی در این فیلم تونسته برای سومین بار جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن رو از آکادمی اسکار دریافت کنه و به این ترتیب بعد از کاترین هپبرن که 4 جایزه اسکار کسب کرده رکورددار جایزه اسکار بازیگری در کل تاریخ اسکار باشه. مکدورماند به غیر از اسکاری که در فیلم سرزمین خانه به دوشان تصاحب کرده در سال 1996 میلادی به خاطر بازی در فیلم فارگو به کارگردانی برادران کوئن این جایزه رو از آن خودش کرده و همچنین به خاطر بازی در فیلم سه بیلبورد خارج از میزوری در سال 2018 تونسته جایزه اسکار رو تصاحب کنه. دیگر بازیگران حاضر در فیلم خانه به دوشان عمدتاً غیر حرفه‌ای بوده و نسخه‌هایی از خودشون رو بازسازی می‌کنن. کلوی ژائو فیلمنامه‌نویس و کارگردان فیلم نیز اولین زنیه که تونسته در یک سال نامزد اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین تدوین بشه و به جز اسکار تدوین تونسته هر سه جایزه دیگر رو از آن خودش کنه. فرصت‌های زندگی تقریباً برای هیچ کس کافی نیست. کلوی ژائو راهی رو پیشنهاد می‌کنه که فرصت استفاده از قایق بادبانیمون رو داشته باشیم. شاید بتونیم ماحصل فیلم رو در این بیت صاحب تبریزی خلاصه کنیم. از حادثه لرزند به خود قصر نشینان، ما خانه به دوشان غم سیلا نداریم. اگر از این فیلم لذت بردید حتما فیلم نخل طلایی درخت زندگی اثر ترنس مالیک رو تماشا کنید. همونطور که به قول رهبر خانه به دوشان خداحافظی نهایی وجود نداره، اینجا نیز خداحافظی نهایی در کار نیست. پس با ویدئوهای بعدی در کنار ما باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و در صورت تمایل ویدئو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. آیکون زنگوله رو هم کلیک کنید تا از انتشار ویدئوهای جدید ما در زمینه فیلم و سینما آگاه باشید. سپاس از همراهیتان.